محیطی گرم خانواده. ديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بینندگان محترم و گرامی، شما را به برنامه برگشت به قرآن، آخرین کشتی نجات بر بشریت خوش آمدید میگم. امید است که همه خوب و خوش و با سعادت باشیم. ما در برنامه قبلی هفته گذشته، البته با یک معذرت از دوستا بخوایم که یک کم مشکل با تلفونا داشتم، یک دو دوست را قطع کردیم چون آواز بر من نمی رسید، از این بابت معذرت میخوایم. و هفته گذشته که صحبت ما روی کفر و کافر و اینا بود، البته چون تلفن ها زیاد داشتیم و به او خاطر ما فرصت نشد که جمع جورش جمع‌بندی بکنیم و اینا، امروز خواستم یک اندازه روی از او صحبت بکنیم، بعضی یک دو سه آیه دیگه هم که در این مورد هست خدمت بیننده ها تقدیم بکنم در این مورد، چرا مطلب اساسی است، مطلب مهمی است برای ازی که ما مسلمان ها آگاه شویم که ببینیم قرآن کریمی، کتاب آسمانی که بر ما آمده 1400 سال پیشتر و میگه همه چیز درش هست و همه چیز را به وضاحت و فصاحت بیان کرده، ببینیم که چی داره. اما به هیچ وجه ای به این معنا نیست که چیزی که من میگم شما قبول بکنین، چیزی که من گفتم از من پیروی بکنین، ابدا اینطور یک چیزی نیست. و ما هیچ وقت از بیننده خودی تقاضا را نکردیم و این تقاضا را ابدا هم نمی کنم که از من پیروی بکنین. ما و شما همه یک جا از این کتاب آسمانی پیروی میکنیم، فقط این کتاب قطره ای که از این بحر بیکران ما گرفتیم در به خدمت شما عزیزان میگذارم که قرآن کریم مطالب را به این شکل بیان میکنه، عقاید ما مسلمان ها در طول قرن ها به این شکل بوده. شما خودتان امو آیات را باید مطالعه بکنین، ببینین که امو کلمات را دقیق بفهمین، آیات را دقیق بفهمین، ببینیم که قرآن کریم چی میگه. و انتخاب به دست شما است و شما از انتخابتان پیش خداوند مسئول هستین، اما طور که من هم از انتخاب خود پیش خداوند مسئول هستم و خود را مسئول میدانم. پس به او حساب هیچ وقت چیزی که من میگم حتما حتما به این معنی نیست که حتما شما پیروی کنین، اصلا هیچ وقت پیروی است. انسان نباید از انسان پیروی بکنه، ولی انسان ها ببینن که در کجا قلبشان مطمئن میشه و چیزهای خوبی را، حتما انسان های خوب چیزهای خوب را باید بپسندن و به سوی خوبی ها همه به پیش بریم تا بتانیم که یک جهان بسازیم که جهان بهتر از امروز باشه، یک جهانی که پر از صمیمیت و صفا باشه، انسان ها با عقاید مختلف، با طرز تفکر مختلف، با دیانت های مختلف، با مذاهب مختلف در کنار هم باشن، در پهلوی هم پیش برن و صمیمی و برادر خواهر باشن با هم دیگر. چرا همه فراموش نکنیم که همه بنده یک خدا هستیم و اولاد یک آدم هستیم و به سوی امو خدا هم به پیش میریم. این چیز اساسی است که ما باید در نظر داشته باشیم، انشالله کار ما درست میشه. و همونطور که یاد کردم که هفته پیشتر رو صحبت ما روی کفر و کافر اینا بود، البته باید عرض بکنم که ما البته بیان کردم مفصل که اهل کتاب را قرآن کریم هیچ جای کافر نمیگه. کافر که کلمه کفر آمده به عنوان دیگه آمده، که یعنی کفر مردودی که مورد عذاب و مورد سرزنش خدا باشه و اعمالشان قابل قبول نباشه، ابدا اونطور یک چیز نیست. اگر اونطور یک چیز ما فکر میکنیم، حتما حتما با آیات متعدد قرآن پاک، با اصول قرآن پاک مغایرت پیدا میکنه و اگر مغایرت پیدا کنه اشتباه در ما هست، چرا خداوند خودش ذات کامل و بدون خطا و اشتباه و این کتاب را گذاشته برای کسایی که تعقل بکنن، تفکر بکنن و چیز را
آیات را که در یک موردت میخوانند باید پهلوی هم قرار بدن و ببینند که در کجا اشتباه کردن اشتباه خود درست بکنند. خدمتتان آیه را که من امروز میخوانم که البته بارها خواندیم یا آیه را در مورد اهل کتاب هست، آیه 62 سوره بقره است که ایره باز هم بر ما قرآن عظیمشان میگه که ان الاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر الى اخر آیه. کسایی که ما مسلمان ها را اول خداوند یاد میکنه، بعد از او کسایی که هادو یهود ها پیروای حضرت موسی علیه السلام و نصارا پیروای حضرت عیسی علیه السلام و صابئین گروه دیگه است که هر گروه دیگه هم میاد. چهار طبقه را خداوند البته یاد کرده. من آمن بالله و الیوم الاخر، هر او کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارن، یعنی به خدا ایمانشان باشه که خدایی را میشناسن و مسئولانه عمل میکنن که یک روز پیش خدا استاد شدنی هستن، جواب میگن از انتخاب خود و عمل صالحن و عمل نیک میکنن، فلهم اجرهم عند ربهم، اجرشان پیش خدایشان هست، حفظ است، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نه خوف داشته باشن نه ترس به خود را بدن. پس اینجا به صراحت تمام یاد میکنه که هیچ وقت به هیچ عنوان اجر و پاداش انسانهای مؤمن به خدا، انسانهای صالح و خوبکار پیش خدا ضایع شدنی نیست ابدا. ولی کفر را که قرآن کریم یاد میکنه که کافر او کسایی هستند که عملشان، البته هفته بیشتر مفصل صحبت کردیم که عملشان پیش خدا ثابت باطل هست و هیچ عملشان قابل قبول نیست. پس کاملا یک تضاد بسیار زیاد هست و بسیار واضح هست که موقف اهل کتاب مشخص است در قرآن عظیمشان و آیات 113، 114، 115 سوره آل عمران خدمتتان عرض کردم. امروز هم ما میخواهیم در این مورد که صحبت ما ادامه داره، آیه 18 سوره ابراهیم خدمتتان عرض بکنم که خداوند میفرماید که مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. کافران مثال میزنه که کفر اصلی که قرآن عظیمشان میگه که از اونا کسایی هستن که اعمالشان، میگه کافر اعمالشان هیچ وقت پیش خدا قابل قبول نیست، اعمالشان کرمادن مثل خاکستر است که باد تند برش بوزه و او را کاملا محو بکنه، از بین ببره، یعنی هیچ عملشان قابل قبول پیش خدا نیست. پس این آیه بسیار واضح هست، فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا، و قادر نیستن و هر عملی را که میکنن هیچ قادر نیستن که پاداش از او بگیرن. ذالک هو الضلال البعید، و این گمراهی بسیار دور هست. و این بسیار آیات گفتم بسیار زیاد واضح هست و مشخص، ما اگر دقت بکنیم مطالب بسیار واضح میشه. و ضمناً میخواستم یاد بکنم که در مورد کفار اینا آیه سوره بقره آیه ششم سوره بقره است که کفار خداوند میگه که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسایی که کافر هستن تصمیم گرفتن که حقیقت را هیچ وقت نپذیرن و مقابله با حقیقت بکنن، مبارزه با حقیقت بکنن و جنگ و جدال را با حقیقت برا پرتن، اونا کسایست که اگر بر پیامبر خود خداوند میفرماید که اگر تو بترسانیشان را، هوشدار بدیشان را یا نتی، هوشدار برشان نتی، لا یؤمنون، اونا ایمان نمیارن، بر زیک تصمیم خود گرفتن. اونو کسایست که کافر هست از دید قرآن پاک. پس اونا کسایست که هیچ وقت تغییر در خود ایجاد نمیکنن. و مثال بسیار خوبش ابولهب کاکای پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، ابو لهب که کسی بود که کاکای اصلیشان بود، اصلا یکی از پسران عبدالمطلب، و او کسی بود که تصمیم واقعا گرفته بود که با این پیامبر، با برادرزاده خود مبارزه بکنه و هیچ وقت تسلیم از اون نشه.
تسلیم خدا نشه و وحی را که او گرفته از او پیروی نکنه. و این به حد رسید که در زمان حیاتش سوره تبت نازل میشه و بشارت دوزخ و عذاب و درد برش داده میشه. اما ببینید که کفر را که قرآن عظیمشان میگه، یعنی خداوند یکی از معجزات هست واقعا که آدم فکر بکنه که خداوند میگه که اگر بترسانیشان یا نترسانیشان ایمان نمیارن. حتی ابولهب حاضر نشد که با یک حرکت ساختگی و مصنوعی نتانست که نشان بده بر مردم که نه نه من ایمان آوردم، ساختگی البته ایمان آوردیم و قرآن میگه که اینا اگر بترسانشان یا نترسانشان ایمان نمیارن و سوره تبت هم عذاب و درد برش چیز کرده، وعده کرده. حتی ساختگی هم ایمان ناورد تا امیر نفی می کرد. یعنی قرآن عظیمشان به این صراحت معجزه آسا امیر بیان میکنه و به مو حالت، البته بعد از جنگ بدر هفته را نگذاشتند که هلاک شد و رفت. پس اینجاست که کفر اصلی کسایی است که انسانهای بد است، انسان‌های ناجور و مریض هست، انسان‌هایی است که انسان خوب هیچ وقت کفر بوده نمیتونه. عزیزای من، انسان خوب و فقط خدا را میشناسن و انسانی که خوب است انسان است که مسئول است پیش خدا. یعنی خود یک سلسله ارزش‌های در هر دین و آینه که هست، یک سلسله ارزش‌های را دارن که از او پیروی میکنن و خدا پیش خدای خود مسئول میشماره و اوتر انسان‌ها هیچ وقت کافر بودن نمیتونه. فقط انسانهای بد کافر هستن. انسانهای خراب است که شما هم اذیت میشین، ما هم اذیت میشم، هر انسان خوب دیگه اذیت میشه. و به خصوص که وقت مبارزه مسلحانه صورت میگیره، اونجاست که قاطعانه قرآن برای مسلمان ها میگه که باید از خود دفاع بکنین و اونا را کافر میخوان و هیچ وقت هم رای خود اونا درست نمیکنن تا وقتی که تغییر در خود ایجاد نکنن. پس این بود البته صحبت ما به ادامه هفته قبلی. البته یک نکته دیگه هم از یک جهت دیگه امیر مطالعه بکنیم و اویست که خب اگر ما همه غیر کسایی که غیر از ما هست، ادیان دیگه، دیانت ها و مذاهب و هر چیز دیگه که هست غیر از ما هست، اگر اون ما کافر بدانیم، پس چی کردیم؟ در حقیقت ما اونا را از خود دور کردیم. در حقیقت ما اونا را گفتیم که شما دیگه مورد غضب و قهر خدا هستین، شما به دوزخ میرین، شما کافر هستین، شما با ما نیستین، ما مثل شما نیستیم، شما مثل ما نیستین. این آن خب حال ما چی انتظار داریم از اونا؟ این فکر کردین دوستای من، بینندای بسیار محترم، آیا فکر کردیم که ما چی کردیم با این کار خود؟ چی انتظار از اونا داریم؟ خب ما باید همین انتظار داشته باشیم که اونا هم از ما متنفر باشن، عقده ایجاد شوه، نفرت ایجاد شوه، کدورت ها ایجاد شوه، دشمنی ها ایجاد شوه و وقت زمینی عمل کردش بیعوازی جنگ و خون ریزی و اینا بوده که متاسفانه تا امروز هم ادامه داره. تا که ما اینا را ادامه بتیم و جفا هست به دین و به انسانیت و به اولاد آدم که قرآن عظیمشان همه را بنی آدم میخوانه اصلا. و پس این کار بسیار نادرسته بوده که در طول تاریخ انجام شده. کار ما همه بنده های خدا همه یکی هستیم و او را قضاوت را میگذاریم به خداوند، خداوند خودش قضاوت بکنه. ما با یکی دیگه خوب باشیم، با یکی دیگه انسان های خوب باشیم، برخورد خوب و سالم داشته باشیم. و ضمن اون کتاب را که من هفته پیشتر خدمت شما عرض کردم که از دکتر فتی عثمان که وام میگه که باید اصطلاحات و مفاهیم اسلامی باید درست اثر بنا شود، واقعا جالب است. برای اینکه یک سری چیزایی است که ما قبولش کردیم به مشکل، حال ما آیا به مشکل ادامه بدیم؟ اگر ما به مو شکل ادامه بدیم پیش خدا مسئول هستیم. قرآن کریم یک جای آیه که من خدمتتان بخوانم، آیه 170 از سوره بقره، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، و خداوند می فرماید که وقتی برشان گفته شود که از چیزی که خدا نازل کرده پیروی بکنین، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگه که ما از چیزایی که پدرای ما برش انس گرفتن ما از اونا پیروی میکنیم. ببینید قرآن نکوهش میکنه ای عزیزای من،
ما باید حقایق از این کتاب هر موقعی که میافیم باید قبولش بکنیم، بپذیریم و خوشبختانه که امروز حقایق برای ما روشن میشه. باید خود ما تحقیق بکنیم، خود ما بگردیم تا پیدا بکنیم که چی است. پس اینجاست که البته دوستان ما میتونن زنگ بزنن، سوالات خود هم در این مورد مطرح بکنن. باید خدمت دوست عرض بکنم که امروز روز مقدس مادر هست، روزی است که البته فردا تجلیل میشه، سبا یکشنبه. ما از این فرصت مام استفاده بکنم، روز مادر را برای تمام مادرهای عزیز و بینندهای محترم ما تبریک بگویم و ضمناً با استفاده از این فرصت برای مادر گرامی خود هم که در اروپا میال ما یقین دارم آواز مرا میشنوه و نامه مرا میبینه، ما خدمتش این روز مادر را مبارک میخوانم و برای همه مادرها مبارک میخوانم. خداوند یار و مددگارشان باشه. و فراموش نکنن یک رسالت را که راستی مادرها دارن، یک رسالت عظیمه که میتونه مادرها در این قسمت رول داشته باشن و جهان را ایواز بکنن. مادر این قدرت را داره، طفل در آغوش خود رشد میتن، کلان میکنن و رسالت بزرگه که دارن. که من امی تقاضا را از مادرهای عزیز دارم که اولاد خود را دور از نفرت، دور از تعصب و دور از کدورت ها بار بیارن. این چیز مهمترین چیز برای اولاد و دوست و نزدیکترین دوستی برای اولاد امی خواد بود که اینا دور از نفرت و تعصب و کدورت بار بیان، چرا امی نفرت هاست که تا امروز ما ثمرات تلخش را تا امروز کام ما را تلخ ساخته و امروز هم ادامه داره و این چیزها میتونه که در آینده توسط نسل‌های سالم‌تر و اصلاح شده‌تره که بتانن مادرها در قلب اولاد خود محبت و صمیمیت و صفا را جای بتن ایواز کدورت و نفرت و تعصب، به خصوص تعصبات مذهبی و دینی بر علیه دیان دیگه، بر علیه هیچ انسان تعصب ما نباید داشته باشیم و تعصب را نباید پیاده بکنیم، برای اینکه پیش خدا هم مسئول هستیم و ضمناً دشمنی با مو کسا هم کردیم ما در این صورت دیگه. انشالله که در این قسمت همه همکار خواهیم بود. و ما در موقف و مقام مادر یک حدیث از پیامبر خدا به خاطر آمد که مبارک می فرمودن که الجنت و تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادرها است. فکر می کنم امی کافی باشه که ما در مورد مادر و عظمت مادر یاد بکنم که جنت زیر پای مادرها هست و ایر پیامبر گرامی می فرمودن. و تنها دین اسلام نه، بلکه تمام دیانت ها و ادیان اینا به این معتقد است به مقام مادر که ارزشش بسیار زیاد والا هست و امیدوار هستیم که همه این ارزش ها را بدانیم و قدر مادر و پدر هر دوشه بدانیم تا پیش خدا در دنیا هم انسان خوبی باشیم و در آخرت هم مورد لطف و مرحمت الهی قرار بگیریم. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. خب دوستان ما میتونن زنگ بزنن، مطالب را که اگر دارن در این مورد صحبت بکنن، سوالات در این مورد اگر داشته باشن میتونن مطرح بکنن. و میخواستم که به ارتباط امو مفاهیم اسلامی که من یاد کردم، یکی از چیزهای دیگه که ما همیشه میشنویم که مسئله دارالحرب و دارالاسلام از فرزند، که ما گفتیم باید این مفاهیم اسلامی، مفاهیم باید اثر بنا شود، ما تغییرش بدیم، تغییر مثبت بدیم، به شکل مثبت‌تر خوبترش بسازیم. و همی که میگیم دارالکفر و دارالحرب و دارالاسلام، اینا یعنی دارالحرب سرای جنگ و دارالاسلام سرای صلح و سلامتی، اینا معنا میده که در کتب زیاد آمده، در کتب‌های اسلامی بگوییم ما در بین مسلمان‌ها نوشته کردن که یعنی تنها ممالک اسلامی دارالاسلام است و دیگر ممالک تمامش دارالحرب است، به اصطلاحی که استفاده میشه و یه اصطلاحی بسیار ناجور بوده.
اصطلاح بسیار ناسالمی بوده که ما استفاده کردیم و تا امروز هم قلب‌های پاک انسان‌های معصوم را جریحه‌دار می‌کنه. برای اینکه ما همه را دار الحرب می‌گیم، یعنی با همه در سرای جنگ هستیم و این خودش بسیار نادرست است که امیدوار هستم هر چیز زودتر تغییر مثبت درش بیاید. و کسایی که به این عقیده هم هست، حتی امیج هم یاد کردم که در امی امریکا هم آدم میشنوه امی مطالب را، و در حالی که ما در این کشور هستیم از تمام مزایای از این کشور یا کشورهای غربی مستفید هستیم و کاملا امنیت و مسئولیت ما حفظ است، عقاید ما کاملا احترام برش گذاشته میشه، اما ما این دارالحرب میگیم در حالی که ما خود ما امروز هم حاضر نیستیم که بریم در یکی از کشورهای اسلامی زندگی بکنیم. حاضر نیستیم در کشور خود ما، هم ما حاضر نیستیم که امروز بریم زندگی بکنیم. پس چطور میتونه که دارالحرب باشه و دارالاسلام باشه؟ ما باید در این مفاهیم یک تجدید نظر جدی به خرج بدیم و بتونیم که رای خود به شکل بهتر و خوبتر اصلاح بکنیم. خب پس صحبت ما روی مقام مادر بود. من دو آیه هم در قسمت حقوق مادر والدین در مجموع، البته امروز چون فردا روز مادر هست، من یک دو آیه را خدمت شما عرض میکنم. البته ضمن تلفن هایی که میایم تلفن ها را میگیرم، در غیر از چون وقت 5 دقیقه وقت ما بیشتر نمانده، به او خاطر اونا را هم جواب میگم و ضمن آیاتم در مورد صحبتیم انشاءالله می داشته باشیم. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. سلام عسکرم جناب آقای وسیق. سلام خارگل. ادامه صحبت های جناب علی میخواستم بگم که خود کلمه کافر و یا کفر اگر ما با توجه به آیات قرآن بلی. بررسی بکنیم متوجه میشیم کافر کسی هست که حقیقت را میپوشاند. بله. و حقیقت قرآن یکی از فاکتورهای عقلانی هست برای اینکه ما را به یقین خداوند نزدیک بکنه، و این در هر کتاب آسمانی به وضوح و آشکار نشان داده شده. من به آیه از قرآن در سوره آل عمران آیه 64 میخواستم اشاره کنم که همه ما رو به یک دین کامله. و دین تسلیم دعوت میفرماید و میفرماید که در سوره آل عمران آیه 64 بگو ای اهل کتاب بیایید تا میان خودمان به توافقی دست بیابیم که منطقی است، و آن این که جز خدا را عبادت نکنید، لا تعبدوا الا الله، بله، و هرگز تحت هیچ عنوان به او مشرک نشوید، بله، و هرگز هیچ انسانی را در کنار خدا مولای خود نکنید. کامله. اگر روی بگردانند بگو شاهد باشین که ما از تسلیم شدگانیم. اگر هر کسی به غیر از محتوای پیغام خدا بخواد این حقیقت‌های قرآنی یا بایبل یا تورات، فرق نمی‌کنه، چون در تمام اونها پیغام خداوند برای مبنی بر یک یکتاپرستی آمده. بله. هر کسی بخواد این حقیقت را بپوشونه کافر محسوب خواهد شد. بسیار تشکر. تشکر از این وقتی تشکر خوارگل. ممنونتم. بله بفرمایید. برنامه برگشت با قرآن با محمود وسیق. سلام علیکم سیب. سیب سلام علیکم. چطور شما؟ خوب؟ سلامت زنده باشید. وسیق سیب شما را از کانادا زحمت میتم. خواهش میکنم بفرمایید، خوش اومدید. برنامه شما را می واقعا یک در برنامه دلچسپ و قابل دیدن است، و یکی شما با وجود شما افتخار میکنیم که شما قرآن عظیم شان چقدر هضم کردی و چقدر با محبت و تشریح میکنی که ما با وجود شما واقعا افتخار میکنیم. قابل قدر هستی، و کاش که همه علمای دین ما این امیچی را داشته باشه که با مکسم عظمت قرآن عظیم شان قسمی که لازم است تشریح کنه. و در ضمن تشکرات یک سوال هم داریم. بله 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 بفرمایید. سوال قسمتن که قبلا خوب ملای صاحبای ما میگفتن که مثلا اگر کسی افغان کافر شد یا ملحد شد، او دوباره توبهش قبول نمیشه، مسلمان نمیشه. بله. آیا از نظر دیدگاه شما بله این گپش تا چه اندازه راست است؟
من خدمتتان عرض میکنم. بسیار تشکر، سوال بسیار خوب کردید. بسیار تشکر، بازم ممنونتم. بسیار تشکر، لطف کردیم. با امان خدا. با امان خدا. ببینین دوست عزیز ما که سوال کردن در مورد از اینکه اگر یک نفر کافر شوه و چطور پس دوباره قابل قبول است، توبهش قبول میشه و نمیشه. من یک آیه که خدمت شما بخوانم، البته فکر میکنم سوره مائده است، اگر آیهش به خاطرم بیایه، یا سوره نساء هست، آیهش به خاطر ماست که ان الذين امنوا والذين هادوا ببخشین ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لن يكون الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. همینطور آیه است به می ارتباط، یعنی که قرآن از ایشان به صراحت تمام میرسانه بر ما که او کسایی که مؤمن شدن، ایمان آوردن و به تعقیبش بلافاصله پس کافر شدن، بعد از یک مدت البته از ایمان میگردن و پس دوباره فرصت دارن، مدت را میگذرانن، مطالعه میکنن، پس دوباره به ایمان میآیند و باز دوباره کافر میشن و در کفر خود باز ادامه هم میتن. خداوند در اون صورت میگه که لن یغفر الله، یعنی ابدا خداوند اطور انسانها را نمیبخشه، انسانهایی که متزلزل است به اندازه که یعنی به خاطر منافع دنیا کافر میشن و مسلمان میشن و کافر میشن و مؤمن میشن، این مسائل کاملا او کسا جزایش خداوند میده. اما هیچ وقت انسانهایی که اگر رای درست نیافتن و یک وقت رای درست تعقیب میکنن، پیدا میکنن، هدایت میشن و رای درست میافن، هیچ وقت به این معنا نیست که توبهشان قبول نشه، توبهشان کاملا پیش خداوند قبول میشه. یگانه موقعی که توبه انسانها قبول نمیشه در موقعی است که انسان به بستر مرگ است و اسرائیل به بالینش است و لحظات آخر زندگیش است. در اون موقعی است که قرآن کریم میگه که موقعی است که بسیار دیر شده، در اون موقع قابل قبول نیست. اما کاملا انسان ها میتونه که مطالعات بیشتر بکنه، حقایق درک بکنن و قلبشان اگر صفا باشه با خدایشان باشه، هیچ نوع اشکال درش انشاءالله که نیست. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. الو. بله بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما برادر محترم. من از شما دو سه تا سوال دارم. بله. اول برگشت به قرآن یعنی چی؟ بله. برگشت به قرآن یعنی چی؟ بله. ما خب سوال دومتان؟ دوم اینه که این سه تا کتابی که آسمانیه کدومه؟ بله. خب جواب خواهش میکنم. خب شما میباشین لوی رنگ. ببینین برگشت به قرآن، برگشت به قرآن وقتی میگم به این معناست که ما مسلمان ها قرآن کتاب ماست، کتاب آسمانی است که ما برش ایمان داریم و امروز 1400 سال بعد از وحی از این کتاب آسمانی تا امروز هم مسلمان ها کتاب خود را نفهمیدن، متاسفانه دور از این کتاب زندگی کردن، بوسیدن، در دسمال ها پیچاندن، احترام داشتن، شک درش نیست، اما تا امروز هم این کتاب خود را درک نکردن و اینجاست که ما امروز ضرورت برش داریم که برگشت بکنیم. و متاسفانه که یک تعدادی هم که مطالعات کردن با یک سلسله روایاتی که هیچ ما او را مستند نمیدانیم، روایاتی که به نام پیامبر خدا زده شده و اصلا پیامبر ازش بیزار هست، روایات نادرست میگم، البته چیزهای خوب مسلمن که قابل پذیرش هست، اما چیزهای بسیار نادرست برش زدن که روایات هم من میگم آیات الهی را مسموم کردن و ما مسلمان ها را ازش دور کردن. پس اینجاست که برگشت به قرآن میگیم، برگشت ما به سوی کتاب باشه که وحی شد بر محمد صلی الله علیه و سلم که این کتاب است امروز سالم پیش ما و شما مانده و ما برگردیم به می کتاب، ببینیم که کتاب چی بر ما میگه و ما از مو ارزش ها پیروی بکنیم. و قرآن کریم به صراحت خودش یاد میکنه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب شک نیست،
برش و هدایت بر متقیان است. امی قرآن است که بدون هیچ نوع روایات و اینا این ما باید بخونیم و بفهمیم. البته مسائل تاریخی و اینا آنه که پیدا میشه که ما باید به تاریخ مراجعه کنیم و تفاسیر مراجعه بکنیم، اشکال درش نیست. اما یک شما فرمودین که کتب آسمانی کدام کتاب ها هست؟ خب ما شما کتابی که ایمان داریم برش به تورات، انجیل، زبور، فرقان، چهار کتاب است که امروز هست، که البته امی بایبل امروز که ما داریم، تورات هم شامل اولد تستمنت و نیو تستمنت و ضمناً سامز آف دیوید یا مزامیر داود هم درش هست. ما برش کلش ایمان داریم. البته مؤمن یک مسلمان مسلمان شده نمیتونه تا وقتی که به اون کتاب های آسمانی ایمان نداشته باشن. پس اینجاست که اگر امیدوار هستم که سوالتان هم جواب گفته باشم. در دو سوالتان شما گفتین سه سوال دارین، بفرمایید سوال دیگه تان رو مطرح بکنین، وقت ما بسیار کم است. سوال بعدی آوازتان این کتابای آسمانی رو کی نوشته؟ کتابای آسمانی رو کی نوشته؟ خب بسیار خوب، خیمه شما رو قطع کنم، این سوال آخرتان است. بله آها. بسیار تشکر. من میخوام ببینم که خدا نوشته یا اشخاص با سواد نوشتن. خب ما بر خدمتتان عرض میکنم. بسیار تشکر از سوالتان برادر. نه یه سوال آخری مونده. تشکر آخری خیلی ببخشید من شما را قطع کردم، گفتم این سوال آخری چون گفتین سه سوال داشتین، من شما را قطع کردم. خیلی سوالتان هم جواب میگم چون وقتم به پایان میرسه، وقتم بسیار کم است. میتونین که هفته آینده سوال دیگه تا را مطرح بکنین.